من سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از مجید عزیز و گروه که زحمت کشیدن برای این برنامه و تا به امروز برنامه های دیگری هم رو ترتیب دادن که من خودم در یکیشون بودم و بسیار استفاده کردم. اما زودتر اگر بخوام وارد بحثم بشم، خب شما میدونید که شعر یک پدیده است که در زبان صورت میگیره، ابزار شاعری زبان، و ما داریم راجع به یه زبان حرف میزنیم. اون زبان همجور که میدونید زبان فارسی است، و این زبان فارسی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و زبان مادری احتمالا همه ما هاست و داستان شاعری رو میخوایم در این زبان نگاه بکنیم، برمیگرده به بعد از حمله مسلمانان به ایران و حوادثی که تازه از 300 سال بعد از این حمله شروع میشه و تا به امروز ادامه داره. و اگر ما به اولین تلیعه های شعر فارسی و اولین ظهور و بروز های چشمگیر او، که مثلا ظهور و بروز چشمگیرش خب میتونیم بگیم اولینش خیلی هم اتفاقا انفجاری بوده، رودکیست، نگاه بکنیم تا به امروز، میبینیم که یک مسئله‌ای که شعر فارسی درگیرش بوده ارتباطش با قدرت سیاسی بوده، و قدرت سیاسی در این سالها همیشه بحران مشروعیت داشته. به چه معنی همیشه بحران مشروعیت؟ یعنی به دو دلیل، حالا به چه معنی نه، به دو دلیل بحران مشروعیت داشته. و یکی این بوده که به هر حال ادعاهایی که برای قانع کردن مردم وجود داشته، برای اینکه ما پادشاهان واقعی هستیم، سزاوار هستیم، و اینکه شما باید از ما تبعیت بکنید، این ادعاها برمیگشته به یک مشروعیت بخشی هایی که پشتوانه هایی که اون پشتوانه ها رو اینا کمتر میتونستن اثبات کنن. یعنی میزان ادعاها با اسنادی که این ادعا رو اثبات بکنه جور در نمیاد. یعنی ما میبینیم یهو همه خاندان ها یا خودشون رو دارن به ساسانیان نسبت میدن، یا خودشون رو به شکلی دارن به از طریق سیادت به پیامبر و اینها نسبت میدن، یا دارن به قدرت های خیلی بزرگ محلی نسبت میدن، که خب واقعا جور در نمیاد. یعنی یک یه حجم بزرگی از این گروه هایی که حالا به صورت چشمگیر و بزرگ یا محلی قدرت پیدا کردن، اینا نمیتونن همشون یه جوری وصل باشن به این نهادهایی که مشروعیت بخشه. بنابراین این یکی از دلایلی است که بحران مشروعیت رو ایجاد میکرد. یکی دیگه از دلایلش اینه که کثرت مراجع مشروعیت بخش بوده. یعنی شما از طرفی نگاه میکنی میبینی که مثلا خیلی از این دولت ها خودشون رو به خاندان های ساسانیان نسبت میدادن، مثلا آل بویه، مخصوصا به بهرام، به بهرامگور ساسانی خب خیلی ها خودشون نسبت میدادن، مثل شروانشاهان و دیگران، که خب این یه منبع مشروعیت بخش بود. انگار اگر من بگم که پدر من و پدر او و پدر او و پدر او یه جوری وصل می شده به مثلا بهرامگور، انگار من حالا مشروع میشه حکومتم. این جمله مال تاریخ گزیده است که ساوی دبیر آورده است که بویه از تخم بهرامگور است، در مورد خاندان آل بویه و دبیرهای دیگه‌ای که میکوشتن و این نسب رو، و این ادامه داشته ها. مثلا در زمان صفویه، چون میدونی یکی از کارهایی که آقای کسروی انجام داد این بود که در مورد انتصاب صفویه یا شیخ صفی به امام، رسوندن این نسبت انتصابش به امام محمد کاظم، امام جعفر صادق، محمد، درست هم میگم دیگه، امام جعفر صادق و موسای کاظم، آره ببخشید،
امام موسی کاظم وصف کرده بود و این به حساب سلسله رو چیده بود رفته بود، و آقای مثلا کسروی میخواد نشون بده که این دروغینه. یعنی میخوام بگم تا زمان صفویه همینجور این جعل، این داستان جعل این نسبت ها وجود داره و بعد از اونم حتی وجود داره. یکی از به اصطلاح جنبه‌هاش هم همین قضیه سیادته، یعنی اینکه یک کسانی پیدا می شدن و می گفتن ما سیدیم و برای خودشون یه شجرنامه های درست می کردن. یه شاعری هست به نام علی خان بیگ که متخلص به موجی است. این شاعر یه دو سه تا تک بیت ازش توی تذکری نصرآبادی ضبط شده. یکی از اون تک بیت ها اینه، میگه تاریخ سیادتش ز دل جستم، گفت در ماه صفر میر جدید الاسلام. یعنی شما نگاه کنید در مورد تاریخ سیادت ایشون اومده چیز کرده، به اصلا تاریخ سیادت بیان. میتونه سیادت تاریخ داشته باشه؟ خب من یا سیدم یا نیستم. تاریخ سیادت نمیدونی، من وقتی یه مسجدی رو بنا میکنم خب تاریخ تأسیس میشه وجود داشته باشه، یه روزی مسجد بنا شد، تاریخ سیادت که وجود نداره که. یا از اول من سید بودم اندازه سیدم. شما نکنید بحث تاریخ سیادت میکنه، یعنی شما نکنید جعل امر سیادت چقدر به قول ما ایرانیان و مقیم و کانادا پاپولار هست که شاعر طنز پرداز میگه تاریخ سیادتش ز دل جستم، گفت در ماه صفر میر جدید الاسلام. خب یکی پس از این منابع مشروعیت بخش گفتم که خاندانهای کهن ایرانی بودن که برای ایرانیان همیشه جنبه مشروعیت بخشی داشتن. یکی دیگه منشور و لوا از خلیفه داشتن، قدرت هایی وجود داشتن که اینها میگفتن ما از خلیفه منشور داریم و خلیفه میتونسته مشروعیت بده به یک جریان. یکی دیگه از جریاناتی که میتونست مشروعیت بخش باشه نسبت داشتن به امامان شیعه بوده که خب خیلی از خاندان ها باز چنینن. یعنی حالا چه شیعه امامیه شما بگیرید، چه شیعه زیدی، چه اسماعیلیه که حالا نسبتشون میرسید، بعضیشون ادعا میکردن که به فاطمیان میرسه و خود همین مسئله سیادت اصلا میشینه زیر همین کاتگوری. و یکی دیگه باز میتونه قدرت‌های محلی باشه. قدرت‌های محلی هم به طور سنتی تو فرهنگ ما مشروعیت زا بودن. یعنی شما نگاه کنید مثلا در فهم شاهنامه‌ای افراسیاب یک قدرت محلی کنارش هست که در نواحی چین هست که پیران ویسه در سطح اون در رأس اون هست و اون هنوز کاملا مشروعیت داره. در خود ایران از دوره منوچهر شما نگاه کنید میبینید که یک سیستانی وجود داره، زاولستانی وجود داره، رستمی اونجا قرار داره و اون رستم خودش نه تنها مشروعیت میده به قدرت ها، بلکه پادشاه نشان هست. یعنی میتونه حکومتی رو خلع بکنه، زال و بعدش پسرش رستم، و حکومتی رو نصب بکنه. برادر میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. یعنی زالی وجود داره که میتونه افسر شاهنشاهی رو بگیره و بده. بنابراین ببینن همجور که به حساب میتونه آدم به راحتی به نظرم تحلیل بکنه، اینی که کثرت منابع مشروعیت بخش هست که ایجاد بحران مشروعیت میکنه. وقتی که خلیفه بتونه مشروعیت بده، امام شیعه هم بتونه مشروعیت بده، خب چه آشتی دیگه این وسط؟ اینا همه با هم دیگه ضدیت بنیادین دارن، اینا نمیتونن مشروعیت هم دیگه رو تایید بکنن. حالا شما نگاه کنید بر اساس همین الگو وقتی که دستگاه تصوف هم قوی میشه، ما به اصطلاح پیر یا قطب عرفانی هم میگیم شاه. شاه نعمت الله ولی، شاه قاسم انوار. این شاه هایی که در تصوف به وجود میان باز هم بر اساس همین مبنا است، انگار که یک نهاد دیگری
پیدا میشه که میگه که اصلا مشروعیت رو من تعیین میکنم، مشروعیت واقعی رو اتفاقا من معلوم میکنم. اون بقیه شاهان عالم انگار اینها شاهان قشری هستن، سطحی هستن، مشغول امور بیفایده عالم هستن و اون امر اصلی و بنیادین رو اتفاقا من هستم که تعیین کنم. بخاطر اینم اسم اون قطب رو میگذاره شاه تو خیلی از موارد، و اتفاقا الگوی حاکمیت و الگوی چیزش تدبیر و تدبرش این هست که یک نظامی شبیه به نظام شاهی و سلطنت پایه‌ریزی بکنه. و خیلی به خاطر همین هم هست که این اتفاق میفته که در دوره صفویه میبینیم که اصلا از تو دل این یه حکومت سیاسی بیرون میاد که صفویه باشه. و بنابراین یک نظامی وجود داره که توی این نظام دائم داره بحران مشروعیت باز تولید میشه. من برای اینکه این بحران مشروعیت رو به اصطلاح یک تصویر جالبی ازش ارائه بدم، دعوتتون میکنم که وارد فضای کتاب راحت و صدور فی آیت و سرور راوندی بشید. در این کتاب ارزشمند که فکر کنم درست مثلا تو سال 600 نوشته شده باشه، نوشته شده این، در این کتاب به اصطلاح منشیانه و زیبا، یه فصلی است به نام فصلون فی شرا، 13 صفحه بیشتر نیست. در این فصل از این کتاب شما توضیحات نویسنده رو میبینید که در مورد این که چرا باید ما شراب رو حلال کنیم، مشروع کنیم شراب نوشیدن رو، و یه کوشش بلیغی میکنه از نظر این که چجوری به روایات مراجعه بکنه، چجوری به سخنان عرفای بزرگ مراجعه بکنه، دلایل عقلی بیاره، دلایل نقلی بیاره، اون هم در یک سیستمی که بکگراندش حنفیست و بسیار متدین هست و بسیار جدیست و خودش تو یعنی در نفی به اصطلاح مسکرات و گناهان و اینها جدیست و خودش تو مقدمه اون فصلون فی شراب میگه که 10 نفر اینها مستوجب جهنم هن. اون که شراب رو میخره، اون که حمل میکنه، اون که میفروشه، اون که چه میکنه، اون که چه میکنه، و آخر دفعه اون که میخوره. یعنی خودش با این مقدمه شروع میکنه و بعد میکوشد که این رو حلال بکنه به این دلیل که بزرگان و شاهان احتیاج دارن به این که حکومتشون شبیه حکومت بزرگان باشه. شما نکنه این بحران مشروعیت دیگه، یعنی انگار شاهان سلجوقی اینا همه چی دارن، تنها چیزی که کم دارن یه شرابخانه است که اینها رو شبیه ساسانیان بکنه، که اینها رو شبیه بهرامگور بکنه، که اینها رو شبیه خاندانهای بزرگی که جلال و شکوه و شوکت پادشاهی دارن بکنه. و حالا من وظیفه دارم به عنوان کسی که قادرم بیام حرام خدا رو حلال بکنم، بیام اینجا نشون بدم که چگونه میشه شراب نوشید و هیچ اشکالی هم نداره و شما بهتر شربتخانه داشته باشید و به اصطلاح این چیزی رو که نظامتون کم داره حالا اضافه کنید به سیستم. و همینجا قبل از این که حالا به اصطلاح وارد بحث اصلی ترم بشن و اون اینی که به اصطلاح مشروعیت بخشی به این سیستم هایی که همشون بحران مشروعیت داشتن میشه وظیفه ادبیات، وظیفه شعر، انگار یکی از وظایف و رسالت‌های شعر میشه این که حالا همین بحران مشروعیت رو یه جوری بیاد و عهده‌دار بشه. قبل از اینکه وارد این قضیه بشم میخوام این رو یادآور بشم که بعضیا یه اصطلاحی رو مطرح میکنن، شاید شما شنیده باشید، به نام ادبیات رستگاری. و تو این بحث ادبیات رستگاری میان میگن که خب یه کسانی هستن که اینها در واقع یه به تعبیر خیلی ها حرکت ضد ادبیاتی میکنن و میگن هدف از شعر
اتفاقا رستگاری، هدف از شعر مدح و توصیف و قصه پردازی و نمیدونم داستان سرایی و اینا نیست. هدف اینی که انسان سازی بکنیم، هدف اینی که آدم رو از گناهانش پاک کنیم، کمکش کنیم که در مقابل نفسش و شیطان درونش قوی تر بشه. این هدف به اصطلاح شعر هست و کسانی میرن دنبال به اصطلاح این مفهوم از شعر. و مثلا یکی از نمونهای عالیش و بزرگش سنایی است که سنایی میگه که مثلا من چرا باید بیام برم مدح کسی رو بکنم که خودش مثلا منکر انجام میده و اینها، و بعد بیام من بهتری بیام انسان رو متوجه وظایف عالیه خودش یا آسمانی خودش بکنم. یا مثلا در مثال دیگری که ناصر خسرو باشه، میگه چی؟ من آنم که در پای قوکان نریزم مرین قیمتی، در لفظ دری را چرا من باید بیام شعرم رو بریزم به پای پادشاهانی که، یعنی مشروعیت بدم به نظام هایی که ارزشش رو ندارن، این حیف نیست این جواهر رو من بریزم به پای اینها. من میخوام بگم که این دوتا به اصطلاح حالا مثال، یعنی ناصر خسرو و سنایی و اصلا کل مقوله ادبیات رستگاری، به نظر میرسه که حرفای من نفی میکنه. یعنی انگار که نه، غیر از مشروعیت بخشی به قدرت ها یه رسالت های دیگری هم انگار برای ادبیات وجود داشته و کسانی بیدار بودن و کسانی این پرده ها رو کنار زدن، در صورتی که چنین نیست. یعنی همون ناصر خسرو، خب ما میدونیم که در همون قصایدش یه مشروعیت دیگری رو داشته در واقع تحکیم میکرده. یعنی دائم به عنوان یه نگاه ایدئولوژیک مترصد این بوده که دستگاه اسماعیلی رو و دستگاه خلفای مصر رو، فاطمی رو، اینها رو معرفی بکنه به عنوان کسانی که اگر ما قرار هست مدحشون بکنیم باید مدح اونا رو بکنیم، و به چه دلایلی. یا در مورد مثلا سنایی، خب ما میدونیم که سنایی هم نگاهش به تصوف کاملا با همین الگو سازگار هست، انگار که خب ما شاهی رو داریم برمیداریم، یه شاه زمینی رو، یه شاه آسمانی رو میذاریم جای این شاه زمینی، و اتفاقا اون شاه آسمانی غیر پاسخگوتر از اون شاه زمینیه، دیکتاتور مزاجتر از اون شاه زمینیه، توتالیترتر از اون شاه زمینیه، کاملا اتفاقا در اون شاهی خودش از هر شاهی شاهتره و تکروتره و به اصطلاح هیچ رابطه دو جانبه‌ای رفت و برگشتی رو با پیروان خودش نداره یا با پرستندگان و مطیعان خودش نداره. بنابراین این بحث ادبیات رستگاری هم این الگویی رو که من دارم میگم رو به هم نمیریزه، حتی به نظر من تحکیمش هم میکنه، تقویتش هم میکنه. خب حالا چی میخوام از این فرض کنیم؟ شما اومدید پذیرفتید، با همه قصوری که من در عرایزم دارم ممکنه آمدید پذیرفتید، گفته خب بسیار خوب آقای مهران را ما قبول میکنیم، بحران مشروعیت همیشه وجود داشته و نقش ادبیات هم یه بخشی، یا شعر فارسی مخصوصا، قصیده فارسی مخصوصا تر، که بخشش این بوده که بیاد و این به اصطلاح بحران رو یه جوری مدیریت کنه. خب حالا که چی؟ خب من میگم که ما به این قضیه میتونیم دو جور نگاه بکنیم. اگر شما بپذیرینش، میتونیم هم نگاه منفی داشته باشیم به قضیه، هم نگاه مثبت داشته باشیم به قضیه. بگیم که تو نگاه منفیش اینی که بگیم که خب این یه فضای ایجاد میکنه، انگار که شعر فارسی اینجوری یه پدری پیدا کرده بود، یه مادری پیدا کرده بود به نام قدرت سیاسی، یه پشتبانهی پیدا کرده بود که یک دولتی بیاید و از این ابزار نیرومند استفاده کنه. انگار شعر فارسی خودشو داره به صورت یه ابزار خیلی خوب، یه ابزار خیلی اثر بخش داره ارائه میکنه و منتظر این هست که یک
نفر که این ابزار رو خوب میشناسه بیاد این ابزار رو برداره و او در خدمت اون قرار بگیره. حالا خیلی فرقی نمیکنه سلطان سنجر باشه یا دشمنش آتسیز خوارزمشاه. اگر آتسیز خوارزمشاه باشه اون همون رفتاری رو میکنه که با سنجر سلجوقی میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. انوریوار از سر حسن نیت مدح کردم همچو سلطان سنجرش، فرقی نمیکنه، من هر چی که باشه مدحش میکنم. اتفاقا انوری نمونه خیلی خوبی هست توی تاریخ ادبیات ما برای چنین نگاهی، که خودش هم حتی خودش نقد میکنه، میگه خاک بر سر من که به خاطر یه ذره شراب، خاک بر سر من که به خاطر دو تا هیزم، خاک بر سر من که به خاطر دهش روغن و نمیدونم فلان و حوائج زندگیم، یه زینی و یه اسبی و یه چی و یه چی، خودم رو هی به اصطلاح به خواسته های این آن می سپارم. این اینجوری میشه نگاه کرد باشه. یه نگاه مثبتی هم میتونیم ما هنوز به این به اصطلاح پشتوانه مشروعیت بخشی به برای شعر فارسی قائل بشیم، و اون اینه که ما بگیم که شاعران مثل همه هنرمندان دنبال تریبونن دیگه. بالاخره یه هنرمند احتیاج داره ارائه کنه، عرضه کنه، دنبال یه تریبونه. حالا یه شاعری که فکر کنید مثبت اندیشه، از این منظر که مثلا یک ویرانی حاکم شده بر کشور و یک آدم با همت بزرگی آمده و داره این ویرانی رو جمع جور میکنه، مثلا مثل سلطان محمود غزنوی آمده داره این ویرانی رو جمع جور میکنه، میخواد کشورگشایی کنه، پول وارد مملکت بکنه. خب من مثبت اندیش باشم، من بیام بگم که بسیار خوب، من پروپاگاندای تو میشم، من زبان تو میشم برای تهییج. یا اینکه اصلا اینجوری فکر کنیم که من طبیعتگراهم، اهل توصیفم، اهل این هستم که زیبایی ها، شکوه، عظمت رو تصویر بکنم. خب آرمان خواهم، برای آرمان خواهی احتیاج به انسان های با همت های بزرگ دارم. اینها همه از عناصر قشنگ شعر و شاعری و ادبیات هستند، همیشه بودن تو همه جوامع، توی کشور ما هم بودن، تو زبان فارسی هم هستن و بودن. بنابراین میتونیم اینجوری نگاه بکنیم، میتونیم نگاه کنیم که این پشتوانه ای که حالا ما تعریف کردیم، میتونیم این پشتوانه منفی ببینیمش و یه پشتوانه مثبت ببینیمش، برای که این شعر اونجا بباله و رشد بکنه. و متقابلا اگر اینجوری مثبت نگاه کنیم، که من دوست دارم شخصا مثبت نگاه کنم بهش، از طرف دیگه ما میتونیم اینجوری فکر کنیم که شاهان و عمرای باهوش هم اون شاهان و عمرایی بودن که میومدن شاعرانی رو دستچین میکردن یا سله های گزاف بهشون میدادن یا کمک ها یا به قول امروزی ها گرانت در اختیارشون میذاشتن، که اینها زبانشون اتفاقا مردم رو تهییج بکنه، زبانشون مردم رو تحت تاثیر قرار بده، یک ایجاد فضای همفکری در جامعه ایجاد بکنه تا اینکه اونها رو مدح بکنه. یعنی یک پادشاه کمهوشتری کسی بوده که خوشش میومده یکی بیا تعریفش بکنه، تمجیدش بکنه، ولی یک پادشاه باهوشتری دنبال کسی میگشته که به اصطلاح جامعه رو تهییج بکنه، جامعه رو برانگیزه. اگر سلطان محمود میخواسته حمله کنه به هند، فتح سومنات بکنه، فرخی با قصیده معروف فسانی گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخنوار، که نو را حلاوتی است دیگر، یک هیجانی ایجاد میکرد در هر فارسی زبانی که به این لشکر بپیونده. فارغ از این که حالا ما اصلا اون لشکرکشی رو به لحاظ اخلاقی، ارزشی چجوری بهش نگاه میکنیم، ولی به هر حال پادشاه باهوش دنبال چنین نقشی بود. بنابراین میتونیم اینجوری فکر کنیم که بین اون وظایف سنتی شعر فارسی و
قدرت سیاسی یه رابطه ایجاد میشد که این شعر احساس پشتگرمی میکرد و احساس به اصطلاح پشتوانه داشتن میکرد. وقتی که ما میبینیم که آقای حافظ میگه یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنن، به نظر میرسه حافظ احساس میکنه اون پشتوانه، اون حکومت خردمند پرور کو، اون جا، اون قدرتی که بیاد من رو تقویت بکنه، بودجه من رو تامین بکنه کجاست؟ یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان، یا در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یا رب روا مدار گدا معتبر شود، یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. و این گدایان معتبر شده ای که اینها دیگه نمیتونن اون وظیفه اصلی این پشتوانی بودن رو، این تأمین گرانت رو برای شعر و شاعری رو فراهم بکنن، اینها از نظر او گدایان معتبر شده ای بیش نیستن. حداقل میشه یک چنین طرحی رو اجالتاً من به عنوان شروع بحثم مطرح بکنم که خب این پشتوانه که میگم یعنی چه، منظورم چیست از این پشتوانه، و اون وقت حالا توی حرکت بعدی بگم که این دیوار چجوری ترک خورد، از کی ترک خورد، و شعر چجوری بدون پشتوانه شد، و شعر بدون پشتوانه ما به کجاها رسید که چجوری ادامه پیدا کرد. بذارین از اینجا شروع بکنم. ببینید ما شعر رو میتونیم به واحد شعر تقلیل بدیم، اشکالی نداره، کما اینکه علم رو میتونیم به گزاره علمی تقلیل بدیم. ما میتونیم علم رو به حکم و دستور و قانون علمی تقلیل بدیم، هیچ اشکالی نداره. یعنی ما بگیم علم فیزیک یعنی این که مثلا قانون نیوتن، ما همه اون میفهمیم که این حرف غلطی نیست. میتونیم تقلیل بدیم علم رو به یک واحد علمی، این کار در مورد شعر میتونیم بکنیم، ولی خطرناکه. یعنی ما نمیتونیم، ذهن ما رو پریشان خواهد کرد این قضیه، باید خیلی حواسمون جمع باشه که داریم شعر رو به بیت تقلیل میدیم. اتفاقا این بلایی هست که بعد از فرو ریختن دیوارها و ترک برداشتن دیوار که حالا عرض میکنم سر شعر فارسی آمد. دو دوره سبک هندی ما وقتی به شعر نگاه میکردیم شاعران تک بیت ها بودن، وقتی نگاه میکردیم به شعر فارسی میدیدیم که همه بیت های صاحب به درد پشت کانون میخورن، چون به تنهایی قادرن که یه دریایی از معارف رو بگن، یه حالت خاصی رو بگن. در صورتی که ما شعر رو واقعا باید تو کلیت خودش بفهمیم. چجوری میتونیم تو کلیت خودش بفهمیم؟ این که وقتی یه دیوان شعر میگیریم دستمون زود از قصاید رد نشیم بریم آخر دفعه دو بیتی ها رو بخونیم و رباعی ها رو بخونیم. اتفاقا همینجا میخوام یه گریزی هم بزنم به صحبت آقای کازرانی که میگن که جایگاه خیام و بابا طاهر کجاست توی این به اصطلاح تحلیل پشتوان گرای آقای مهران راد، جایگاه اونا کجاست؟ واقعا جایگاه اونا هیچ جا، اونا جایگاهی ندارن، به دلیلی که اونها شاعران واحدهای شعری هستن، شاعران پرسش‌های کوچیک هستن، پرسش‌های که از نظر حجم کوچیکن ولی از نظر محتوا بزرگن، پرسش‌های مهمی هستن. اینها نمیتونن پروپاگاندا ایجاد بکنن، اینا نمیتونن یک چنین چیزی، نمیتونه مشه شناخت هم نمیتونه ایجاد کنه، فقط میتونه پرسشگری کنه گیرم، خیلی که خوب باشه مثل کار خیام، یعنی بزنه به هدف تیر رو و پرسشگری ایجاد کنه. نکنید معنویت اصلا یعنی چی؟ معنویت یعنی با دو چیز ما معنویت رو میتونیم بشناسیم، یکی پرسشگری است، فرقش با مذهب همینه. ببین تو مذهب پاسخگری است، مذهب کارش پاسخ دادنه، مذهب میگه که آدم چجوری خلق شد،
مذهب میگه که غذا چجوری باید بخوری، ازدواج چجوری باید بکنی، ارث تو چجوری تقسیم بکنی، جهان چجوری هست، آسمان ها چه شکلی هست، کائنات کجان، اول چی آفریده شد بعد چی آفریده، نه پاسخ گوست مذهب. ولی معنویت پاسخگو نیست، معنویت پرسشگره. معنویت میگه چرا اینجوریست چرا اونجوریست، چی غلطه، چرا این به چشم من غلطه، چرا این ناسازگار هست. نکته دومی که معنویت داره سفره. ببینه معنویت همیشه با سفره، سفر ایجاد معنویت میکنه. حالا چه سفری که عرفای ما اسمش میگذاشتن سفرهای درونی، چه حالا سفرهای بیرونی، اصلا واقعا بلند شیم و حرکت کنیم و بریم. انگار ما یه پرسشی در دلمون ایجاد میشه و حرکت میکنیم. حالا از این منظر که شما نگاه بکنید، با این زاویه به شعر نگاه کنید، یعنی واقعا معنویت محور به شعر نگاه کنید، اون موقع هفت اورنگ نظامی میشه شعر، نه فلان بیت حافظ، نه فلان بیت سعدی. فلان بیت سعدی واحد شعری است، ولی هفت اورنگ نظامی معنویت شعری است، یعنی یک سفر است، یک سفری که انسان در همراه با نظامی در یک مسیری انجام میده، پرسش‌های مطرح میشه، پاسخ‌هایی در میان گذاشته میشه، نتیجه‌گیری‌هایی میشه و این دارای یک هارمونی نظاممند شعری است. لحظه به لحظه ما رو با خودش همراه میکنه توی این فضایی که داره میره. شما اگر شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید، چنین عصه ای از شاعری میبینید، براتون آشکار میشه. کما اینکه در شکسپیر هم، کارهای درخشان شکسپیر هم شما چنین فضایی میبینید. یعنی یک کاری رو که میتونید بیشتر به سفر تشبیهش کنید تا اینکه به قانون تشبیهش کنید. اشکال ما این هست که شعر رو تقلیل میدیم به واحد شعری. البته گفتم این فی نفسه اشکالی نداره اگه حواسمون جمع باشه، ولی این باعث میشه که اون وقت در واحد شعری جستجوی شناخت بکنیم. خب نمیشه در واحد شعری گیرم. شما چیه امروزی ها چی میگن؟ این کامپیوتریست ها میگن یه بیته، دو بیته، چه میگنم هشت بیته، این هشت بیته، ده بیته، این به جایی نمیرسه. ما احتیاج به یه حجم بزرگ از داده ها داریم که کنار هم قرار بگیره تا ما بتونیم ایجاد شناخت بکنیم. یعنی در واقع شاعری میدان میخواد. این نظامی به وضوح میگه. نظامی وقتی میخواد خسرو لیلی مجنون رو شروع بکنه، اعتراض داره، دعوا داره، میگه من چجوری لیلی مجنون بگم؟ میگه میشه تو بیابون شعر کن؟ میگه میشه با شتر و نخل و بیابان و سوزان شاعری کرد؟ میگه میشه یه عشقی رو توصیف کرد که عاشق یه لاقبا به قول خودش کیخسرو بی کلاه و بی تخت، دل خوش کنه صد هزار بی رخت؟ این کیخسرو بی کلاه و بی تخت که شاعرانگی ایجاد نمیکنه. خانم لیلی همین جنسه داره، مجنون همین جنسه داره، فضا همین جنسه داره. میگه من احتیاج به قصر دارم، من احتیاج به باغ دارم، من احتیاج به گل دارم، من احتیاج به شهر دارم، به تجربه شهری دارم، به تجربه رفتن خسرو بعد از شیرین پیش شکر اصفهانی دارم، باید این تجربه رو نشون بدم تا این سیر رو نشون بدم، تا این شناخت رو ارائه بکنم از زندگی که چی درسته چی غلطه، چه کار باید کرد چه کار نباید کرد. تأسف آور است برای من که وقتی که به انوری مراجعه میکنیم، من و شما قصایدش رو میذاریم کنار، میگیم اینا همه مدحیه است، اینا همه پروپاگانداست، بعد میریم سراغ قطعاتش و رواياتش و میخونیم هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری قضا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد، و این دو خوشمون میاد از این چیزا. بعد اون وقت حالا توش دنبال چی میگردیم؟ دنبال شناخت میگردیم. اونجا هم شناخت هست ها، نه اینکه نباشه، ولی واحدی رو که انتخاب کردیم مناسب نیست.
اما در اگر بخوام با پرسش ها ادامه بدم بحثم رو، سب کنه یه مروری بکنم. یک جایی جناب توکلی گفتن که ما بیان کامل رو، بزرگ رو در کلام فشرده هم داریم و ظاهرا این رو برعکس فرمایش آیه دکتر میدونستن، ولی واقعیتش اینه که این برعکس گفته ایشون نیست. اتفاقا این نکته ای هم که آیه رفیعی میگن همینه، یعنی اینکه شما وقتی که بنا باشه که حجم عظیمی از اطلاعات رو داخل یک ظرف کوچیک بذارین، اصلا این دیگه ارزش شناختی نداره دیگه، اینقدر ظرف کوچیکه برای اون. ولی من منظور جناب توکلی رو میفهمم. ایشون میگن گاهی اوقات به حدی زبان فارسی ساده میشه، مثلا نزد سعدی، که ما نمیتونیم بهتر از آنچه که گفته معنیش کنیم. به سرو گفت کسی، ببینید این مخصوصا با کندی میخونم که توجه شما رو جلب کنم به سادگی، میگه به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. دیگه این اینقدر ساده هست که شما به محضی که میخواید معنیش کنید دچار مشکل میشید. منتها همینجور که عرض کردم، باز هم این تقلیل شعر و شناخت در واحد شعری است به جای خود شعر. من یه یادداشتایی اینجا کردم که از صحبت ها و پرسش های دوستان، که حالا همینجور که دارم میگم سعی میکنم به اونا هم به موقعش اگر ذهنم یاری کنه جواب بدم. ولی اجازه بدین داستانی که عرض میکردم رو اجالتاً ادامه بدم، که من اینجوری تصویر کردم که انگار که شعر همه کاراش رو گذاشته زمین، همه وظایفش رو گذاشته زمین، آمده به اصطلاح به دنبال این نیاز مشروعیت بخشی شروع کرده حرکت کردن. یعنی فاندا، گرانتا، پولا داشته صرف این می شده که ما اون کتابی رو بازنویسی کنیم، اون منشیمون رو بنشونیم و اون کتابی رو نسخه خطی های متعدد ازش بسازیم، یا دستور بدیم این رو اینور اونور بخونن یا بگن، شعرشناسانمون رو بفرستیم در شهرها به دنبال شاعرانی بگردن که این شاعران بتونن مشروعیت ما رو، مشروعیت اون نظام سیاسی و فکری ما رو اعلام بکنن، از ما دفاع بکنن در بین مخاطبان، اونایی که میخوان مالیات بدن به ما، با تیب خاطر این مالیات رو بدن، به خاطری که سزاوار بودن و شایستگی ما به اونا اینجوری نشون داده بشه. چنین به اصطلاح رابطه بده و بستونی ترک برمیداره و یک دفعه این دیوار به نظر میرسه که صدای ترک خوردنش تو دوره تیموری داره یواش یواش به گوش میرسه. ببینید تو دوره تیموری به چندین دلیل ما میبینیم که این مسئله مشروعیت از بین میره. یکی این که فاصله زمانی میفته بین خاندانهای کهن ایرانی و عصر تیموری، یعنی دیگه واقعا سخت بوده یکی بگه که من از نژاد بهرام گورم، این موضوعیتی دیگه به اون معنی نداشته. یکی از دلایل دیگه‌اش این بوده که در اصل حمله مغول، عرفان و تصوف هم دوچار یک به اصطلاح شکست میشه، یعنی صوفیان ما تجربه نشون میدن که تجربه صوفیانه نمیتونه باعث بشه که یه جامعه رو از یک مهلک نجات بده، یا یک خطر عظیمی مثل مغول که بالای سر جامعه نشسته، صوفیا نمیتونن نه همتی مقصور بدارن، نه لشکری فراهم بکنن، نه کمکی بکنن، به خاطری که بتونن حداقل درد و رنج حمله مغول رو چیز بکنن، کم بکنن، چرا صد به این که بخوان جلوی اون رو بگیرن. همچنین
به نظر میرسه که بساط خلفا هم باز دوباره جمع شده. یعنی درسته که حالا ما داریم راجع به خلیفه های عثمانی صحبت میکنیم تو این دوره، ولی یعنی عثمانی ها دارن پیدا میشن، ولی اون خلفایی که میومدن لوا میفرستادن و مشروعیت ایجاد میکردن برای حکومت ها، اونها هم دیگه وجود ندارد. از همه اینها گذشته، حوزه جغرافیایی شعر فارسی متمایل میشه به طرف هرات و افغانستان و فاصله، یعنی یه بافرزونی، یه فاصله نسبتا امنی میفته بین دوتا قدرت تهدید کننده همدیگه، یعنی یه عثمانیایی که دارن شکل میگیرن و یک تمدن ایرانی زبان فارسی که متمایل شده به سمت هرات و افغانستان و اینها یه فاصله ای دارن و این احساس خطر های مرزی دیگه وجود نداره. بنابراین اصلا مقوله مشروعیت بخشی از موضوعیت میفته. یعنی یه حکومتیه به ضرب شمشیر آبدار آقای تیمور با صفاکی هر چما تمامتر طی سه تا جنگ 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله مستولی شده، فرزندانی اومدن قدرت گرفتن، جامعه هم به هر حال تا حدی پذیرفته این رو و دیگه مسئله مشروعیتی به اون صورت مطرح نیست. شما در پایان قرن نهم میبینید که، یعنی اون موقعی که جامی ظهور کرده، یعنی در زمان شاه سلطان حسین، در زمان سلطان حسین بایقرا، معذرت خواهم، در زمان سلطان حسین بایقرا و وزیرش امیرعلی شیر نوایی و اینها، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که یک وزیر دانشمندی که تازه زبانش فارسی نیست، یعنی جناب آقای امیرعلی شیر نوایی که ترکی جغتایی صحبت میکرده، ایشون میاد یک کتابی تدوین میکنه به نام مجالس نفائس، به نام مجالس و نفائس، که در این کتاب حدود مثلا 385 تا شاعر و پارسیگوی رو معرفی میکنه و وقتی که شما نگاه میکنید به شغل این شاعران میبینید که این شاعران یا کوفته پزن یا شطرنج باز یا شربتی هم، یعنی سقا هم، یا همین مشاغل روزمره زندگی رو دارن و شاعران شعرهایی هم که گفتن مثلا بعضیشون واقعا در حد تک‌بیته، یعنی طرف در تمام طول عمرش یه بیت شعر گفته، دو بیت شعر گفته، بعضیشون واقعا مثلا که مثلا 10-15 تا بیت شعر گفتن خیلی خیلی مثلا به چشم میان. البته خب وزیر هم توشون هست، طبیب هم توشون هست، خانوم طبیب هم هست، از اون یه مهری خانومی هست که خانوم طبیب شاهرخه، زن بسیار باسوادی است که شعر حافظ رو هم چیز کرده، تتبع کرده. اتفاقی که میفته اینه که شعر در واقع میره بین توده های مردم، یعنی دیگه انگار وقتی که پشتوانه به اون معنی، اون پشتوانه مشروعیت بخش از بین میره، شعر رها میشه بین توده های مردم و اینها تمایلات خودشون رو بیان میکنن. این چیزی که ما امروز بیشتر از شعر میفهمیم اتفاقا این نوع شعره و این فرمایش آقای رفیعی هم اتفاقا بیشتر به نظرم معطوف به همین نوع شعره، چون ما هنوز که هنوزه وقتی که شعر به شعر نگاه میکنیم در واقع به انجمنگرایی فکر میکنیم که نتیجه همین رویداد بود که بعداً به انجمنهای شعری کشیده شد، چون اون پشتوانه، اون پدر مرده بود، اون مادر مرده بود و بعد حالا این شعر یتیم شده به دنبال جایی میگشت که بره خودش رو تثبیت بکنه. من یه اصطلاح خودم درست کردم، میگم شعر قهوه خانه ای، چون میدونم بعدا در دوره صفویه ما قهوه خونه داشتیم، ما چای خونه نداشتیم، قهوه خونه داشتیم. بعدها چایی در ایران
پیدا میشه و زیاد بشه. اون موقع ها شیر کشخونه بوده که شربت کوکنار میخوردن و حب فلونیا میخوردن و اینا و قهوه میخوردن و توی این قهوه خونه ها این شاعرانی که حالا تا دیروز میرفتن تو دربارها جمع میشدن و مسائلشون رو با هم دیگه در میون میگذاشتن، اینها میان تو قهوه خونه های اصفهان دور هم جمع میشدن و شعرهای خودشون رو برای همدیگه میخوندن، همدیگه رو مسخره میکردن، سر به سر هم میذاشتن، سر به سر فلان شایعه پشت فلان دختر مردم و نمیدونم پسر مردم درست میکردن و این همین قهوه خونه ها بعدن تبدیل شد به انجمن های ادبی و از توش انجمن های مهمی بیرون اومد که هنوز شعر فارسی شما تو نیویورک برید، توی کانادای ما برید، تو هر شهرهای بزرگ دنیا برید، توی اروپا برید، میبینید تو هر شهری که میرید یه انجمن شعری هست، یه عده‌ای میرن جمع میشن دور هم، معمولا هم سنا بالاست و اینها انجمن شعر درست میکنن، میشینن با هم دیگه شعر میخونن و این در واقع باقی مانده از همین فرهنگ انجمنگرایی هست که در دوره به حساب بازگشت ادبی بعد از صفویه ایجاد شد و به امروز هم رسیده. و اون چیزی که بیشتر ذهن ما رو مشغول میکنه همینه، ما این رو به عنوان نماینده شعر کلاسیک و سنتی خودمون میبینیم. کدوم یکی از شما عزیزان قصیده های انوری رو خوندید؟ قصیده های فرخی قصیده رو نشستید خوندید؟ میدونم همتون رفتید کتاب رو تورق کردید، ولی قصیده رو بشینید از اول تا آخر بخونید و سعی کنید قصیده رو ببینید چه داره میگه. نمی کنیم این کار رو، تعارف که نداریم که. ما دوست داریم ببینن، ما تنبلی خودمون رو نباید بندازیم گناهش رو گردن ناتوانی یا بیمایگی سنت کلاسیک شعر فارسی. انصافا سنت شعر کلاسیک فارسی بیمایی نیست. شما آثار نظامی رو که ببینید، کارهای درخشان فردوسی رو که ببینید، مثلا من ارجاع میدم دوستان رو به مقاله خودم در وبسایتم ذیل دارا و ندار در قلمرو بهرام‌گور. شما در اونجا یک نظم بسیار درخشانی میبینید در مورد، یعنی در شاهنامه نظم بسیار درخشانی میبینید در دوره بهرام‌گور برای تبیین این که حکومت سیاسی، قدرت حاکم دادگر باید چگونه به فقرا کمک بکنه و کمک‌های دولتی شامل حال چه کسانی میشه. لیست ارائه میکنه، یعنی این سینگل مام و این بنفیت، این ولفیری که ما الان میگیم و این مثلا سینگل ددی که الان میگیم دقیقاً اونجا تبیین شده، گفته یتیم باید بهش برسن، ارتشی که بیکار شده، ورشکسته‌ای که الان پول نداره، دقیقاً اینها و نه یه بارها، یعنی فکر کنید یه بار فردوسی گفته رفته، نه، 6 بار این لیست تکرار شده اونجا. خب ما تنبلی خودمون رو برای اینکه شعر رو در اون فضا ببینیم میاییم تقلید میدیم به این شعر به اصطلاح انجمنی، اونم تازه به شکل انجمنیه که به اصطلاح لوس شده و به دست ما رسیده. خب من حالا جلو جلو دویدم، در واقع از دوره تیموری رفتم تو دوره صفوی، رفتم تو بازگشت ادبی، اگر همینجور میخواستم بیام دوره مشروطه و مدرن، ولی حرف کلیم رو زدم. در دوره صفوی ما این روند ادامه پیدا کرد و شعر فارسی نه تنها اون حالت بی پشتوانگی خودش رو تجربه کرد، بلکه اصلا یک اتفاقی که معروف هست که میگن شعنی تکلو رفت خدمت شاه عباس یه شعر خوند، منتها تو طویله سلطنتی رفت شعر خوند، شاه دستور داد دهانش رو پر پهن اسب بکنه و گفت که این دوربر من چیزی نبود غیر از پهن اسب، من دهانت اگر تو خزانه اومده بودی تو دهن در رو گوهر میکردم، حالا که تو طویله اومدی خوندی من دهنت پر پهن اسب میکنم. یعنی چنین نوجوان مردی در حق
شعر فارسی به این معنی از طرف حکومت داریم میبینیم. گفتن به شاعران که ما شاهان نیازی به شعر شما نداریم، اگر میخواهید رستگار بشید برید در حق ائمه اطهار شعر بگید. خب شاعران ممکن نمیخواستن رستگار بشن، شاعران ما میخواستن به قول شما اندیشه ورزی بکنن، حکمت گرایی بکنن، دانش رها کردن. یک موج بزرگ مهاجرت به هند اتفاق افتاد. در دوره صفوی یک کتابی داریم به نام تذکره نصرآبادی. در این کتاب تذکره نصرآبادی شما شاید نزدیک مثلا به 800-900 تا آدم به اونجا معرفی کرده، کتاب بزرگی است. شما تقریبا آدمی رو پیدا نمی کنید که مسافرت به هند نکرد. این ضرب المثل هایی که مرو به هند، بیا با خدای خیش بساز، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ، هر که را طاووس خواهد جور هندستان کشد، همین همه معلوله و همون حوادث اون دوره است. اتفاقی که افتاد این بود که در واقع اون پشتوانه برداشته شد، شاعران دیگه یاد گرفتن که چجوری با خودشون سخن بگن، درباره خودشون حرف بزنن، مسائل خودشون رو بگن. احساس نمیکردن برای که شعر بگن لازمه که برن مطالعه بکنن، احساس نمیکردن برای که شعر بگن لازمه حتما برن یه تألیفی رو بخونن یا نخونن، یا به قول چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی 10,000 بیت شعر حفظ کنن، همچین ضرورتی احساس نمیکردن. این هست که این شاعر تک بیت ها، شاعران تک بیت ها به وجود اومد. شما اصلا تک بیت ها رو هم ول کنید، شما یه غزل درخشانی رو از صاحب نگاه کنید، همه ابیات عالی است مثل جواهر، ولی هر کدومشون دارن حرف دیگری میزنن. یکی داره میره مشرق، یکی داره میره مغرب. من حق میدم به آقای رفیعی و دوستان دیگه اگر بگن که از توی این حکمتی بیرون نمیاد. وقتی شما یه شعر مثلا 5 بیتی 6 بیتی بگی، هر بیتش یه چیزی رو بگه، میگه به ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته، برآمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته، کباب نازک دل آتش هموار میخواهد، برفکن از ازار خود نقاب آهسته آهسته، از آن خرسندم از نسیان روزافزون پیری ها، که از خاطر برد یاد شباب آهسته آهسته. و همینجوری میره جلو، همه بیتام خوبن ها و از خوبم خوبترن، ولی این هیچ ربطی به هم ندارن. یکیش داره میگه من خوشحالم که پیر شدم جوونیم یادم نمیاد، یکیش میگه که اگر میخوای من دلم کباب نشه این برقه را از صورتت یه دفعه ننداز پایین، چون اگه یه دفعه بندازی پایین دل من جزغاله میشه، تو یکی دیگهش میگه شراب اومد از تو، و هر کدومشون برای خودشون داره یک مشرق و مغربی میره. این به اصطلاح یکی از مشخصات شعر سبک هندی شد. طنز این دوره هم باز دوباره به همین سمت گرایش پیدا کرد، طنزی که معطوف، وقت ندارم اگر نه ابیات رو براتون میخونم که بگم طنز که در یه بیت فشرده شده چجوری است و چجوری یه بیت میتونه شاعر طنز خودش رو به کار ببره. این قضیه به نظر من باعث شد که، چون خب حافظ هم میتونن در آستانه همین دوره قرار داره، یعنی حافظ میتونیم بگیم آخرین شاعری است که اون دوره شعر با پشتوانه رو داره سپری میکنه و شعر بی پشتوانه بعد از این حافظ قرار داره و حافظ تو اون لحظه تاریخی ایستاده و این که میگه دلا مباش چون این هرزگرد و هرجایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود، که هیچ کار ز دستت بدین هنر نرود. یاد دارم بد میخونم، این دلا مباش چون این هرزگرد و هرجایی، واقعا تشخیصی بودی که حافظ داده بوده که شعر داره میره به ناکجا آبادهایی که تو خرابه هایی که معلوم نیست جایگاهش اونجا باشه یا نباشه. خب این شعر اینجوری هم نیست که وقتی بی پشتوانه شد حالا دیگه بی ارزش شده، نه، اتفاقا یه امکانی برای شعر فارسی به وجود اومد که به دنبال ارزش‌های اگزیستانسیال، یعنی اون
جنبه های وجودی انسان حرکت بکنه، یعنی اون تمناهای انسان رو حالا بهتر میتونست بگه، اون تضاد زندگی و مرگ، اون تضاد انسان با تنهاییش، اون تضاد انسان با غم که بر او سیطره داره، این درد و غم و رنجی که این شعر طبیب رو ببینید میگه غمت در نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند. واقعا طبیب زاده بوده ایشون ها، یعنی ایشون پدر بزرگش هم طبیب بوده تو دوره صفویه. به نازی که لیلی کاستن از درد و رنج انسان ها، میخوام بگم حرفه آبا اجدادیش بوده، که به نازی که لیلی به محمل نشیند مرنجان دلم را، که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. و خودتون میدونن خلد گرز پا خاری آسان در آید، چه سازم به خاری که در دل نشیند الاخر. منظورم این که شعر فارسی تنها شد، بی پشتوانه شد، توده‌ای شد، هرزگرد شد، ولی در این حال نزدیک شد به ارزش‌های اگزیستانسیه و وارد اون حوزه انسان، درد انسان با خودش، تنهایی انسان با خودش شد. و اگر تک بیت‌های شعرهای سبک هندی رو ما نگاه بکنیم، موج میزنه این انسان سرگشته تنها شده رو. و حالا این پرسش پیش میاد، من در واقع با این پرسش میخوام صحبتم رو تموم بکنم که حالا شعری که بی پشتوانه شده آیا در خدمت رهایی و آزادی است؟ آیا این شعر در خدمت حزب طبقه کارگره یا فلان ایدئولوژیه؟ یا در خدمت توصیف و وصف ائمه اطهار و مداحی و سینه زنی است؟ و یا مثلا شعری است که میتونه مثلا در جنبش سبز یهو بیاد و ایجاد تهییج بکنه؟ و یا حتی بیشتر از اینا تقلیلش میدم، شعری که میتونه جنبه آموزشی داشته باشه. دیدین خیلی ها به شعر اینجوری نگاه میکنن که انگار شعر یه وسیله‌ای برای آموزشه، انگار شعر باید یه کاری بکنه، یکی یه چیزی یاد بگیره، که اتفاقا صحبتاش تو همین بحث‌های دوستان هم شد. و یا اینکه واقعا شعر در خدمت همون تمناها یا تناقض‌های وجودیه، یعنی بالاخره ما انسانیم، یه عمر کوتاهی داریم، یه عمر کوتاهی که با درد و رنج محاصره شده. یه چیزی من در مورد فرمایشات باز دوباره آیه رفیعی بگم، که ایشون میگن که ما کجا تونستیم، یا پرسیدن که کجا تونستیم یک اندیشه درخشان رو ایجاد بکنیم در با وجود شعر فارسی. راست میگن نتونستیم، ولی به قول نظامی میگه که گرتن حبشی سرشته توست و خط خوتنی نوشته توست، گر آنچه نوشته ای بشویی شویم دهنم زیاو گویی. این سرمایه ماست، حالا هر چی هست، اصلا فلج خودشو به خاک و خون میکشه، همینی که هست این سرمایه است، این هست که میتونه درد و رنج ما رو بکاهه، این که میتونه من رو در تنهایی و غمم همراهی بکنه و من میتونم یه رابطه باش برقرار بکنم و یه اتفاق نظری داشته باشم و با شما هم سخن بشم، قدم بزنیم در شانزلیزه زیر چراغ‌های زرد، یا در تهران تو خیابون پهلوی، یا در کرمون ما توی خیابون شاپور تو پیاده‌روها قدم بزنیم و با هم حرف بزنیم. ما یه عمر کوتاه داریم و توی عمر کوتاه ما یه ابزاری در اختیارمونه که این ابزار میتونه اتحاد ایجاد بکنه بین ما، عشق ایجاد بکنه، همون عشقی که میگن معنیش روشن نیست. اگر شعر کاری غیر از ای باید بکنه، من نمیدونم، اگر غیر از ای باید کاری بکنه من اطلاعی ندارم، ولی اگر باید چنین کاری بکنه میتونه بکنه. من قبل از اینکه نقطه بذارم و حرفم رو تموم بکنم، در بین فرمایشات دوستان یه سوال مستقیم بود، بقیه همه دوستان نظر دادن و من یاد گرفتم، نظراتشون گوش دادم اینها، ولی یه پرسشی کردن، یه خانمی
مریم خانم گفتن که شاعران چگونه شعر میگن، آیا الهامی است یا با نقش قبلی. خب فکر کنم که همین بحث من اینجا یک چیزی داد، به دست داد که شعر میتونه واقعا الهامی باشه و میتونه واقعا با نقشه قبلی باشه. یعنی من فکر میکنم که وقتی که مثلا یه آدم مثل فردوسی نزدیک میشده به داستان بیژن منیژه، واقعا با نقشه قبلی نزدیک میشده. و وقتی که نظامی نزدیک میشده به مثلا هفت اورنگ، هفت پیکر خودش، فکر کنم قبلا گفتم هفت اورنگ اشتباه، معذرت میخوام، اینو تصحیح میکنم، هفت پیکر خودش، یا وقتی که نزدیک میشده به خسرو شیرین، با نقشه قبلی نزدیک میشده. حتی میگم با نقشه قبلی، مثلا شما نکنید نظامی اصلا کتاب میگرفته ترجمه میکرده که شعر بگه، و بعد میرفته از آدم ها میخواسته که کتاب های دیگری براش بفرستن که اینا رو مقایسه بکنه که نظام شعریش رو سازمان بده. ولی در این حال شما وقتی که در عرصه اگزیستانسیال شعر میگید، توی لحظه دارید یه حسی رو بیان میکنید، هیچ نقشه قبلی ندارید. مولوی معروف هست که وقتی وارد یه آسیایی شده بوده، یا آسیای یه صدایی میداده، مثلا آسیا فرض کنید داشته، اون صدای آسیا میگفته دم 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 دم، مولوی میگفته یا صبوح یا قدوس یا صبوح، و این شعر میشده. به اصطلاح خیلی در مورد مولوی صدق میکنیم. نه، این هر دوتا وجود داره، هم شعر جنبه الهامی داره، هم شعر جنبه نقشه قبلی داره، و میشه راجع به این مثال های زیادی رو گفت و راجع بهش صحبت کرد. من اگه اجازه بده نقطه رو بذارم، ببخشید که رو درازی کردم. من تشکر میکنم، خیلی ممنون از اینکه گوش دادین به حرفان، و اینقدر واقعا انصافا این میگم از صمیم قلب، سخنان مربوط گفتید در رابطه با صحبت های من، و باعث شد خب منم به فکر فرو برم و یاد بگیرم. ولی نکته‌ای که حالا بعد از تشکر کردن و این مقدمه خداحافظی میخوام عرض بکنم، دو چیز هست. یکی که در رابطه با صحبت آقای گازرانی است که گفتن پشتوانگرا بودن به اصطلاح ساختاری شعر، در مورد این صحبت کردن میخوام بگم که بله، من 100% با ایشون موافقم که خود به خود در شعر این پشتوانه وجود داره، و آقای ناجی این وصلش کردن به ریاضی و ریاضیوار بودن شاعری. من فقط واقعا وقت توصیف کردن این قضیه و توضیح دادن این قضیه رو ندارم، چون خیلی طول میکشه، ولی میخوام توجه عزیزان رو اتفاقا قرن نهم هجری در حوزه هرات جلب بکنم که ما یک نوع کریپتوگرافی در شعر در این دوره میبینیم که رمزنگاری به شیوه مدرن در شعر صورت میگیره و کد وجود داره، یک کلید وجود داره، و میتونه شعر رمزی شده رو بگشاید. میشه یه نامی رو در یه شعر گنجوند و بعد با متد کاملا کریپتوگرافی مدرن میشه کسی که کد رو میدونه میتونه بازش کنه، کسی که کد رو نمیدونه نمیتونه بازش کنه. اصطلاحا هم بهش میگن معما، و قبلا البته به یه چیز دیگه میگفتن معما تو شعر دوره سبک خراسانی و اینها. ولی اینجوری بهتون بگم که ما چنان شعر در همین دوره قرن نهم با ریاضیات آمیخته میشه که ما یه قصیده داریم مال یه شاعری به نام کچلی که تمام مصرعهای فرد این قصیده یه عدد رو نشون میدن، تمام مصرعهای زوجش یک عدد دیگری رو، و اون عدد مصرعهای فرد تاریخ تولد امیرعلی شیرنوایی هست، و عدد که مصرعهای زوج نشون میدن سالگرد مرگ امیرعلی شیرنوایی هست. به حدی این شعر هم روان هست و هیچ سکته ای هم نداره، و من کاش وقت بودی شعر برای شما اینجا میخوندم. شما باور کنید که این شعر روان هست و سلیس، و تمامش کدگذاری شده بر اساس حروف ابجد که
اینها وجود داره. خیلی از شاعران دوره قرن نهم اینا شطرنج باز بودن، ریاضیدان بودن، غایبان باز بودن، به تعبیری که حافظ میگه بیا که با همه کس غایبانه باخت فلک. غایبانه باز یعنی کسی که شطرنج بازی میکنه بدونی که به صفحه شطرنج نگاه کنه، میگه بیا که با همه کس غایبانه باخت فلک، کسی نبود که دستی از این دغا ببره. این هست که خلاصه موضوعی که مطرح میکنن جای صحبت داره و درنگ و تأمل داره. معمولا هم ادبای ما وارد این بحث نمیشن، این مباحث رو دون شأن ادبیات میدونن، فکر میکنن اصلا این اینا بازیچه کودکان و بازیچه نمیتونم آدمای بیکار و اینها. فرصت بذاریم برای بعدها که اگر توفیقی باشه در خدمتون باشم این جنبه از شعر فارسی رو بهتون تا حدی که میدونم نشون بدم. بار دیگه تشکر میکنم، الان از 8:30 گذشته، از آیه رحیمی هم تشکر میکنم که تحلیل خوبشون رو گفتن و از همه دوستان خیلی متشکرم که این وقت رو به من داد.